دو تا خانم بودن که خیلی تفلکی سعی می‌کردن منو جوش بدن. من که اومدم بانک، این خانم ایرانی مثلا تو اون موقع 15 سال بود اومده بود کانادا و گیر که من می‌خوام برات یکی پیدا کنم تو حیفی. یه پسر برات پیدا کردم. منم فکر کردم من دیگه گرگ بارون دیده شدم دیگه. این شاخکام تیز شد که مادر من میگه تو بهترین پسر رو کره زمینی هستی و قد این از خودش این آدم تعریف کرد. به من گفت اینو درام سفارش میدم. اوکی از نظر شما سلمات گیر نده. زد تو خال. چاقو رو اینجوری زد. چون میدونم خیلی آدم خاص و متفاوت و یونیکی هستن. سر 3-4 ماه به هم میزنم. گفتم من از شما خواهش میکنم. شما دیگه به فکر ازدواج و سامون گرفتن من نباش. سلام علیکم، حال شما، احوال شما. باز یک کارتاک دیگه آمدم تو ماشین دوباره، خواستم زاویه هم عوض کنم ولی هوا ابری، فکر کن آخر فروردین داره چیز میباره، برف میباره. نگم برات تورنتو یه روی بدی از خودش داره به ما نشون میده، خیلی نامردیه. امروز بدم چی بگم، دوباره برگشتیم به میخوام راجع به دیت کردم باهاتون صحبت کنم. حالا الزاما نه آنلاین دیتینگ، یه تجربه دیگه و یه عالمه چیزای دیگه. حالا که خیلی بچه شما سوال پرسیدین که اگه من توی شرایطی گیر کردم با طرف برای بار اول دارم باش دیت میکنم، تو دیت رفتم دیدم شبیه عکسش نیست، یه حرف بد و آکواردی زد، یه حرکتی کرد که حالم بد شده، چیکار کنم؟ آیا پاشم در بیام بیرون؟ ببین واقعیت اینجاست که خیلی بستگی به خودتون داره، خیلی زیاد و خیلی بستگی واقعا من به این نشستم که به اون میزانی از اعتماد به نفس عزت نفس داره که ما ایجاد کردیم در خودمون و شرایط اطرافمون. همونجور که توی دو تا ویدیو قبلی اگه ندیدین اینجا میذاریم ببینین، خیلی بستگی به شرایطت داره دیگه. مثلا همونجور که تو اون دو تا ویدیو قبلی آنلاین دیتینگ گفتم، یکیش اینه که مثلا من با ماشین خودم نرفتم، یه جای پرتی رفتم گیر طرفم. ها خب راهکار اینه که ماشین تو ببری بذاری یه جای پارک کنی، اونجا با اون آدم قرار بذاری بری، یا اصلا اوبر کنی، چه میدونم سنپ کنی، هر کاری که میتونی بکنی، این میشه. ولی خودتو در جایگاهی قرار بده که چیزی تو ماشینش داشته باشی گیر کنی، این یکی از اون چیزاست. دومی که اصلا لازم نیست دروغ بگی، میگه به من حالم خوش نیست، احساس خوبی ندارم، معذبم دیگه. ببین وقتی طرف باعث شده که تو اون حال باشی دیگه، گفتن نگفتنش چه فرق میکنه، مهم اینه که باید به خودت صادق و honest باشی. آکوارد نیست، چرا؟ حس بدی نمیده 100%. آنکامفتبل و معذب نیست، چرا؟ ولی خب اصلا همینه دیگه، تو با یه آدم غریبه رفتی دیت، میبینیم چیزی نیستش که باید باشه. یکی اینه. بعد خیلی ها پرسیدن که اگه عکسش شبیه خودش نبود دیگه من نمیتونم اونو به تو بگم. مثلا تو اون مال آقای هندی که برات تعریف کردم، طرف اینجوری من بود، من به هوا اینکه 12 سانت از من بلندتره، کفش پاشنه 10 سانتی پوشیده بودم رفته بودم، اصلا کلا این آف بود. اگه همین امروز روز من میرفتم دم و ماشین میدم در باز شد، حالا برین قصهشو نگاه کنین اگه ندیدین، یکی اصلا در ماشین واشد من طرفو نمیبینم، اصلا سوار ماشینش نمیشدم. اینا رو دارم بهتون میگم، بالاخره ما باید یه جایی چیز داشته باشیم، یک عزت نفس خودمون رو به کار ببریم. و چجوری عزت نفس اعتماد به نفس من و تو قوی میشه؟ با اینه که هر جا یه کاری که باهاش کامفورتبل نیستیم، راحت نیستیم و انجام بدیم، اینجوری قوی میشیم. و اما قصه که میخوام امروز بهتون بگم بچه ها، من یه مدتی همونطور که میدونی وقتی اومدم کانادا، اولش توی رویال بانک کانادا کار میکردم، فاینانشال ادوایزر بودم. بعد حالا مثلا این دوستای عزیزم و مشتریای اون موقع بانک میمدن تو آفیس من میشستن با من حرف میزدن و فرم مسکن و نمیدونم کردیت کارت و بگو اینوستمنت و سرمایه گذاری و ایناشونو که میکردم، اینا طول میکشید دیگه، نمیشستن با من حرف میزدن. بعد یکی تو خانم بودن که خیلی تفلکی سعی میکردن منو جوش بدن. یکیشونم اکچولی چیز بود، کسی بود که منتور من بود. من که اومدم بانک، این خانم ایرانی مثلا تو اون موقع 15 سال بود اومده بود کانادا و دیگه خیلی جا افتاد و بچه‌هاش اونجا به دنیا آورد و اینا، گیر که من می‌خوام برات یکی پیدا کنم تو حیفی. با پدرت خب، مادرت خب، ما رو ول کن. یه روز اومد نشست تو آفیس منو گفت تو بمیری و زنده شی، یه پسر برات پیدا کردم. من شهر رو میگم. ببینید من خودم تهران به دنیا اومدم، پدرم تهران به دنیا اومدن، ولی ما اصالتمون از تبریز و باکوه. خب من شهر رو میگم، من که معتقد نیستم الزاماً چون یه نفر از یه شهریه الزاماً یه سری خصوصیت ها رو حتما به دوش میکشه، و معتقدم که یه سری
یه سری عوامل به خصوص تو حکومت باعث شدن که ما آدمو بینمون توی ایران تفرقه بیفته، به خاطر هم که اون فلانی فلان جایی فلانی ترک کرد اسپانی شمالی اینا. ولی من میگم این آقایی که رفتم باش دیت کردم مال کدوم شهر بود، بدین دلیل که اصلا خاطره با اون بر من تو ذهنم مونده، ولی ربطی به این نداره که الزاما همشون اینجوریان، یعنی همه آدما اون شهر. میدونیم که این حرف بیخودی. حالا خلاصه این گیر که بیا قرار بذارم. منم فکر کردم من دیگه گرگ بارون دیده شدم دیگه، این الان داره به من میگه. من میدونم من قرار رو میذارم روز شنبه. شنبه ها ما هفته دی نصف روز کار میکردیم توی بانک. حالا راستی تو پرانتز چیز بهتون میگم، الان اینجا که وایستادم یه دونه شعبه از اون بانک هست. الان جاش رد شدم ساعت 5:30 عصره. خب بانک ساعت 5 میبنده. بعد دیدم یه حالا مثلا الان که خیلی از کارمندا تو 10 شب میمونن بدون اینکه پی بشن میمونن و کار میکنن. بعد دیدم که یه واسه نمی چرا این کارا رو میکنه، آقا هیچ کار نکن. بعد دیدم که یکی از کارمندای بانک تو آفیسش نشسته پشتش به شیشه است، جلوی لپتاپ اینجوری خوز کرده و داره کار میکنه. حالا خدا عمرش بده اون داره کار یکی دیگر را میندازه، بالاخره یکی باید تو بانک کار کنه. ولی بچه‌ها یه لحظه بخونم گفتم خدا شکرت که دیگه من تو بانک کار نمیکنم. نمیدونی چه خوشحالم واقعا. اینم یکی از جسارت‌های زندگیم بوده که کردم، خدا رو شکر. خلاصه پرانتز بسته، بریم سراغ اون دوستمون. خلاصه این خانم اومد و به من گفت الا و للا این دیگه یعنی نمیدونی چه پسر خوبیه. منم بهش گفتم خانوادش ایرانن، مثل تو مستقله، اله بله جیم بله. ما گفتیم دیگه، من که میدونستم که حالا الزاماً همسر آینده نه، ولی بهش گفتم ببین من دنبال رابطه جدیم، اما من بخوام ازدواج کنم، من دوست دارم خانواده تشکیل بدم، بچه داشته. من حوصله این ور اون ور جنگولی مصنون زدم، اون روزای من دیگه گذشته، من تکلیفم با خودم روشنه. گفت نه این جدی، خودکشی اصلا آماده است و رفته دلش برای تو، یه عکس از خودت بفرست. و من یه عکس از من گرفت ولی عکس از اون به من نشون نداد. من گفتم ازش پرسیدم قد و هیکل، گفت از تو قد بلندتر، خوش هیکل، خوش تیپ، خوش پوش، خوش لباس. همیشه نگاه کنیم ببینی اونی که داره بهتون معرفی میکنه سلیقه لباس و تیپش چجوریه، برای اینکه اینو متوجه شی. نگاه کنی خودش چجوری لباس میپوشه، همسرش چجوری لباس میپوشه، خانمش باش شوهرش چجوری لباس میپوشه، با کیا معاشرت کنه، از اونجا میفهمی که خوش تیپ و خوش پوش و خوش لباس از نظر اون یعنی چی. بعد منم گفتم دیگه بابا این بنده خدا، و بازم تو تعارف موندم که الان اینا هم جزو چیزایی که خوب یاد گرفتم. و نگفتم که حالا بابا من حوصله ندارم ولش، گفتم حالا شاید 1% اونی باشه، نه 1% که نه، مثلا 70% اونی باشه که این میگه. و پاشدم رفتم یعنی باش قرار گذاشتم. یه روز شنبه ای که ساعت 3 بعد از ظهر ما تو بانک تعطیل میشد، 3 بود یا 4 یادم نیست، در صورت قرار گذاشتیم با این آقا. گفتم بیا تو پلازای بانک جلو در بانک وایستم، منم ماشینم اونجاست و من میام سوار ماشین تو میشم میرم. به خیال خودم ترکوندم، آدرسمو بهش نشون ندادم دیگه، این چک لیست هی داشت عمیق و عمیق‌تر میشد. خلاص ما پاشیم رفتیم، اومدم نشستم صبح بعد چهچه اونم دیدم یک مثلا قدری کلش بد نبود، خیلی بلند نبود، آلموس هم قد من بود، حالا اون اشکال نداره. بعد نمیدونم ماشینش هم تمیز بود، اینا برای من فاکتور بود دیگه. حالا مثلا تو فکر میکنی که میدونسته داره میاد با یه دختری بره دیت بعد ماشینش رو تمیز کنه، خیلی این کارم نمیکنه. بعد دیگه بهتون بگم چه چیزایی رو چک کردم. لباس پوشیدنش هم ای یه ذره برای من شیکی بود، ولی باز گفتم دیدی میگی نه. حالا این حسن شستم و شروع کردن حرف زدن. اهل شهر اصفهان بودن و همه خانوادهشون هم اونجا بودن. شروع کردن با من صحبت کردن و یه لحجه شیرین هم داشتن که هیچ اشکالی هم نداشت و من خیلی هم گفتم به به و چه چه. و بعد همون نشست گفتش که من نشستم تو ماشین، گفت خب من میخوام شما رو ببرم غذا بخوریم، بریم رستوران غذا بخوریم. ببین نه از من پرسید دوست عزیز تو میخوای چیکار کنی، تو گشنته، ساعت 3 بعد از ظهر نهار تو خوردی، دلت میخواد با من بریم قهوه بخوریم و نه. منم گفتم، من اتفاقا گفتم من با یه قهوه میکنم. گفت نه من نهار نخوردم، دارم میخواد غذا بخورم. باز ما اینجا گیر کردیم. یعنی الان باز با تجربه امروزم اینه که من همین قبلش میگم به کلاینت ها، میگم بگید من نیم ساعت وقت دارم، 40 دقیقه وقت دارم برای قهوه وقت گذاشتم، از قبل بگید. نه این تو ماشین طرف بشی میگه وای باز بگو من کجا بردین. تو استوری اینستاگرام یه بار گفتم اگه دیدین اونجا رو میدونین. گفت من یه چلو کبابی تو تورنتو، چلو کبابی. گفتیم باش ظلماز، گیر نده به قول پسرم الان میگه اینر پیس صلح درون.
گفتم اوکی سلماز گیر میدی تو، باز شروع کردی. حالا صدای اون خانم من بود که گیر ندی یا یه ذره آسون بگی، تو خیلی سخت میگیری، پوست خودتو کندی. اینا پا شدیم رفتیم، رفتیم چلو کبابی نشستیم، منیو رو از خانم چیز گرفت، ویترس گرفت، خودش غذا رو سفارش کرد به من داد، به من گفت اینو دارم سفارش میدم، اوکی از نظر شما؟ منم گفتم حالا روی چیز میخوریم. بازم برام مهم بود، خیلی گذاشته بودم توی این چک لیستم اینا رو چک کنم. خلاصه نشست و شروع کرد حرف زدن از در و دیوار و اینا، و من مثلا شاید همون اول غذا بود بچه ها. از این بر اون بر گفت آره من مادرم اینجوری، من خیلی با مادرم اینجوری، من خیلی با مادرم جوری. یه ذره شاخکام تیز شد که مادر من میگه تو بهترین پسر رو کره زمینی هستی. و بعد تو اون فاصله من دارم نه، حالا اون موقع من با اینی که یک وقتی یه نفر هی برای همه چی تصمیم میگیره بدون اینکه از تو همون اول بپرسه، هیچ چی با تو چک نمی کنه، فقط دور محور خودش میچرخه، داره به تو یه سری رد فلگ، خط چراغ قرمز رو نشون میده، بازم من اون موقع اینجوری نبودم. ببین چقدر آدم یاد میگیره. خلاصه کجا دیگه کارت خورد به ته استخون تموم شد، اونجایی بود که رجوع روابط گذشته صحبت کرد. من بهش گفتم که خب مثلا اینجوری من قبلا ازدواج کردم، جدا شدم و اینا. خانم هم مثل که بهم گفته بود اینا. گفتم شما چی، شما چه رابطه ای از قبل داشتید، مثلا چی بوده رابطه هاتون؟ گفت منم چند تا رابطه داشتم اینا. گفتم ازدواج نکردین؟ گفتن. گفتم خب رابطه جدی و اینا چی داشتین؟ آها، من گفتم من قبلا ازدواج کردم، جدا شدم، بعدش هم یه مدت نامزد بودم با این نفر، اونم تموم شده. از بعد از اونم مثلا من این همه مدت صبر کردم، میالم رو خودم کار کردم الان خدمتشون. کارنامه رو قشنگ اینجوری آه رو دادم. گفتم شما چی؟ گفتم آره رابطه. گفتم خب مثلا رابطه طولانی با کسی زندگی کردی، ازدواج کردی؟ گفتم. گفتم طولانی ترین رابطه چقدر بوده؟ گفت 3-4 ماه. گفتم بله. حالا مثلا اون موقع این چند سالش بود؟ 40 مثلا 3-4 سالش. گفتم 40 و 3-4 سال که از خداوند متعال و منان تو عمر گرفتی، فقط 4 ماه رابطه جدی داشتی، بقیش چیکار میکردی؟ گاره طولانی ترین رابطه جدی من 4 ماه بود. گفتم خب دوست عزیز بقیش چیکار میکردی؟ اینجا بود که دیگه زد تو خال، چاقور اینجوری زد باز کرد، یعنی اصلا پکوند خودش رو کامل. گفت من باید به شما یه چیز رو بگم. گفتم بفرمایید. وای الان چیه ماجرا، چه سر عمیق؟ گفت به چیز بگم، چیز خیلی مهمیه، باید بدونی حتما. اینا گفتم چیه؟ گفتش که من چون میدونم خیلی آدم خاص و متفاوت و یونیکی هستم و دخترها وقتی که خیلی زود عاشق من میشن و گرفتار من میشن، سر 3-4 ماه به هم میزنم که این دخترها اینجوری گیر و گرفتار من نشن. گفتم بله؟ یعنی چی اون وقت این؟ الان تو با من چی کار داری؟ واقعا اینم مازافازا بود. گفتم یعنی چی؟ یعنی اصلا مونده بودم همینجوری. اون لحظه این کارد و چنگال اومد زمین، دیگه سلماز دست به غذاش نزد و همینجور فقط داشتم فهم کردم که یک نفر چقدر میتونه حالت خودشیفتگی داشته باشه. دیگه همه چک مارکای خودشیفتگی الان که خودم روان درمانگری خوندم میدونم، یه اگه بری تو اون کاتگوری نگاه کنی، این آقا مثلا 99.9% چک مارک خورد. چک مارک چک مارک چک مارک چک مارک. ببین اصلا نپرسید که مثلا تو چرا غذا تو نمیخوری، اون که هیچ. نظر تو چیه؟ کل مدت رو بعد از اینکه من دیگه سکوت، روز سکوت گرفتم، فقط منتظر بودم که غذاش تموم شه، به پایم تو ماشین منو دراپ کنه. که باز اگه امروز بود، ببین من نمیگم چرا من اون کار کردم چرا نه، ولی میخوام بگم همش درس میگیریم دیگه. اگه امروز بود همون لحظه میگفتم ببین من الان یه مطلب یه کاری برام پیش اومده یا حالم خوش نیست، سریع اوبر میگرفتم خداحافظ شما همی وانده فول تایم. برای این که ببین یک حس نبودن اونجا داشتم. ببین اصلا نپرسید که خب تو الان چرا غذا تو نمیخوری، اصلا چرا حرف نمیزنی، اصلا نفهمید من حرف نمیزنم. چون از اون لحظه که من ساکت شدم تا لحظه که آها غذا و پیاز و همه چیزش رو خورد، حالا پیاز خوردنم اشکال نداره، حالا اب نداره، هم بهم گفت خان پیاز بخور، من دارم پیاز بخورم. گفتم دست درد نکن. نمیدونم گفت یا فکرم اونو گفت. ببین هیچ یک کلمه من حرف نزدم و این نفهمید من حرف نزدم. انقدر از اینی که بچه متفاوتی برای مادرش و انقدر از اینی که مامانش چقدر دوستش داره و چقدر دوتا خواهر مسکه داشت و چقدر همه اینو میذارن روی تخم چششون و حلوا حلوا میکنن و چقدر آدم متفاوتی تو جهان هستی
و انقدر این از خودش این آدم تعریف کرد که من دیگه نمیشنیدم. من فقط داشتم میگم من رفتم خونه یه جارو بکشم بیرون نرم امشب، خیلی شنبم به فنا رفت. این چی بود؟ همینجوری نشستم داشتم فکر کنم من دیگه چیکار کنم. الان یه تکنیک هست، خیلی وقتا تو پادکستم راجبش صحبت کردم که وقتی تو شرایطی هستین که با اون شرایط حال نمی‌کنی و نمیتونیدم درین، راهکار چی؟ راهکار اینه که به سر چیزای دیگه فکر کنی. برم بنفشه افریقاییمو آب بدم. یادم قشنگ به خونه فکر می‌کردم. من رو دراپ کرد و من به اون دوستم گفتم من از شما خواهش می‌کنم، اون منتوره، گفتم من از شما خواهش می‌کنم شما دیگه به فکر ازدواج و سامون گرفتن من نباش. شما برای من کسی رو پیدا نکن، اصلا کاری به کار من نداشته باش. گفتم این کی بود؟ زنسه گفت وای تاپ چقدر سمجه. گفتم وای این همچه حرف وحشتناکی به من زد بابا. گفتم این اصلا دنبال رابطه جدی نبود، اصلا خودش هم نمیدونست چی میخواست، وقت ما رو بی خودی گرفتی، شنبه اصرمون رو خراب کردی. خلاصه اینم از این کل ماجرا. شد این یکی دو ساعت طول کشید، ولی دیگه اون یه ساعت آخرش من یعنی روی میخ، رو سوزن، رو سیخ نشسته بودم. و باز همین شد که دیگه بعد از اون چکلیست خیلی مشخص‌تر و واضح‌تر بود. اصلا خودم رو گیر نمینداختم یه جایی. ببین یعنی قشنگ من شده بودم مثل فشنگ میپریدم میرفتم بیرون. یعنی قشنگ اینجوری بودم که ساماز دیگه اینا رو اینهل نکن، نکن تو روان خودت بعد فکر کنی هرس بخوری، در رو برو دیگه. اینم از اینو. سوال راجع به دیتینگ دارین بنویسید اینجا، بپرسید و تا ویدیوی دیگر مواظب خودتون باشین. خدافظ.